باز هم در خدمت آقای بهروز بینزایی هستیم همکارم که در رابطه با تظاهرات نیویورک خواهیم ادامه گزارششون رو بشنویم سلام مجدد می‌کنم خدمت شما آقای میرزایی اگه ممکنه این بار توضیح بدید در رابطه با اهمیت این تظاهرات که تصاویرش رو با هم دیگه دیدیم بله به سوال خوبی هست حتما در جریان هستید وقایعی که داره اتفاق می‌افته و در این به خصوص چند ماه اخیر شاهد تحولات بسیار چشمگیر و گسترده‌ای بودیم در صحنه سیاسی چه در داخل ایران و چه خارج اگر من بخوام فقط بر شمارم چند تا رو عنوانوار بعد از انتخابات شکست خورده رژیم که در اون عدم مشروعیت رژیم به خوبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی به اثبات رسید یک بار دیگه و همینطور نبودن رئیسی که در واقع رئیس جمهور برگزیده خامنه ای بود برای که بتونه اون سیاست انقباضش رو پیش ببره جامعه جوشان و خشمگینی که وجود داره یک جامعه شورشی که در واقع حکومت با اون روبرو هست که اکثریت جامعه رو تشکیل میدن جنگ گرک هایی که به وجود اومده که خودتون شاهد هستید در اخباری که از سیمای آزادی هم هر روز پخش میشه و چطور باندهای مختلف تلاش دارن که سهمی از قدرت و چپاول رو برای خودشون داشته باشن ولی این در واقع چقدر باعث شده که رژیم در قهقرای ضعف و سرنگونی فرو بره از طرف دیگه وضعیت حساس منطقه وضعیت نیابتی های رژیم اون جنگی که شروع کرده و مقامت ایران اعلام کرد که این چیزی این بازنده استراتژیک آقای مسعود اعلام کرد بازنده استراتژیک این کار خود رژیم خواهد بود تا اینکه در واقع این فریب پزشکیان که برای خروج از بنبست هایی که الان برش مردیم به این فکر افتاده که پزشکیان رو بیاره با در واقع اصلاحات نمایی و اینکه میخوایم عصر جدیدی رو شروع کنم و اینا یک بار دیگه یک فریبی رو بتونه چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی تحمیل کنه که البته شرایط دیگه اون نیست و عوض شده و تا آخرین خبری که خودتون در جریان هستین آوردن مخبر به عنوان دستیار و مشاور خود ولی فقیه که یک عنوان جدید هست و در واقع دولت در دولت این فقط برای بستن شکاف هایی که میخواد ازش جلوگیری کنه که مبادا با آمدن پزشکیان شکاف هایی که باز میشه در قیام ریخته بشه و بنابراین یک سوپاپ اطمینانی کسی که بتونه در اونجا این شکاف رو ببنده نیاز داره همینجا اشاره کنم والستیر جورنال در همین رابطه که شما گفتید نکات خوبی گفته گفته پزشکیان در اولین آزمون بزرگ دیپلماتیک خود در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است دست خالی برگردد دیپلمات های غربی میگویند مقامات غربی شواهد کمی دیدند مبنی بر اینکه ظهور پزشکیان یک فرد در واقع ظاهرا میانه رو در نظام ایران منجر به تغییر در سیاست های رژیم ایران از زمان روی کار آمدنش در ژوئیه شود و تا زمانی که انتخابات آمریکا در راه است تقریبا هیچ چشمندازی برای مذاکره جدی درباره تحریم ها وجود ندارد هفت کشور صنعتی جهان هم جی هفت پس از نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه از رژیم آخوندی خواستند اقدامات بی ثبات کننده خود را در خاور میانه متوقف کنه و تاکید کردند آماده اتخاذ تحریم های بیشتر یا اتخاذ تدابیر بیشتر در پاسخ به اقدامات بی ثبات کننده رژیم ایران و طبعا نیابتیاش هستند پس میبینید که وضعیت برای این رژیم چه در سطح داخلی و در چه سطح بین المللی در چه شرایطی وجود داره و به همین دلیل که به هم موضوع بحران جانشینی بحران اجتماعی بحران سیاسی بحران اقتصادی و بحرانزایی جنگ هم که به اون اضافه کرده که به امید این که از این خارج بشه و اما در اینجاست که در مقابل این, این تظاهراتی که وجود داره در نیویورک تظاهرات ایرانیان آزاده اشرف و هواداران مقاومت ایران در واقع اون آنتیتز و اون آلترناتیوی هست که مردم جهان و همینطور ایرانیان بدونن که در مقابل این رژیم و پزشکیان و رژیمی که نماینده مردم ایران نیستند مقاومتی وجود داره که برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنه و نمایندگی واقعی مردم ایران اینها هستند به طور خلاصه اگر درست جواب داده باشم به سوال شما اهمیت این تظاهرات از این قراره یعنی یک وضعیتی رو که وجود داره این نه بزرگ به این وضعیت و آرزو برای یک آزادی پیروزی و بهار نوعی هست بعد از پایان این زمستان برای خیلی ممنونم از شما تشکر از حضورتون و گزارشی که ارائه کردید با تشکر